همکارم اشکان صفایی از اورشلیم ما را همراهی میکنه از شمال اسرائیل و آنچه که در حال حاضر در حال وقوع هست از تو بیشتر بشنم. خب پریسا، همونطوری که گفتی امروز درگیری ها در شمال اسرائیل به نوعی میشه گفت که تشدید شده. صبح امروز اولین ارتش اسرائیل بود این بار که اعلام کرد حملات پیشدستانه ای رو به مواضع حزب الله و حالا گروه های دیگه که در اونجا فعال هستن انجام داده که اجازه نده که در واقع راکت یا خمپاره به سوی اسرائیل شلیک کنند. اما در دو ساعت گذشته چندین بار راکت، خمپاره، موشک ضد تانک از جنوب لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده. همونطوری که گفتی حزب الله میگه دوباره از راکت های برکان استفاده کرده، راکت هایی که برد کمی دارند اما کلاهک انفجاری بسیار بزرگی دارند. یکی از راکت ها، حالا اینکه از راکت های برکان بوده یا نه ارتش اسرائیل هنوز اعلام نکرده، به پایگاه بیرانیت اسرائیل برخورد کرده، پایگاه ارتش اسرائیل، که بر اساس تصاویری که در شبکه های اجتماعی هم منتشر شده خساراتی رو در اونجا به جا گذاشته و همچنین آتش سوزی در اونجا رو داد. ارتش اسرائیل تا الان اعلام نکرده که آیا این حمله تلفاتی داشته. از طرف دیگه بجز این موضوع، صدای آژیر خطر بارها امروز در شهرها و روستاهای دیگر شمال اسرائیل هم به صدا در اومده. هنوز مشخص است که آیا این آژیرهای خطری که به صدا در اومده برای حملات راکتی و خمپاره‌ای، در واقع راکت‌ها و خمپاره‌هاش به نقطه‌ای برخورد کرده در مناطق مسکونی که خساراتی به جا بذاره یا نه، تلفات رو میشه گفت که به احتمال زیاد نداشته، چرا که تقریبا تمامی این شهرها و روستاها شهروندانشون تخلیه شدن و مناطق امن‌تر برده شدن. ممنونم از تو اشکان صفایی که از اورشلیم ما رو همراهی می‌کردی.